سلام دوستان، به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. من محمد زاری هستم، مدرس بیماری های داخل جراحی، و در این ویدیو میخوام بهتون بگم که تخم مرغ رو با چیا نخورید که دچار بیماری و مشکلات سلامتی نشید. تخم مرغ یه ماده غذایی خیلی مغذیه و سرشار از پروتئین، ویتامین و مواد معدنی، اما همونطور که میدونید هر ماده غذایی میتونه مضراتی هم داشته باشه، مخصوصا اگر با یه سری چیزهای دیگه مصرف بشه. تو این ویدیو میخواییم به طور کامل بررسی کنیم که تخم مرغ رو با چی نباید خورد. بهتون میگم که چه غذاهایی، داروهایی و حتی داروهای گیاهی میتونن با تخم مرغ تداخل داشته باشن و باعث ایجاد مشکلاتی برای سلامتی بشن. پس اگر دوست دارید بدونید که تخم مرغ رو با چی نباید خورد، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. تو این ویدیو به این موارد میپردازم که چه غذاهایی با تخم مرغ ناسازگارن، چه داروهایی باهاش ناسازگارن و چه داروهای گیاهی باهاش تداخل دارن و عوارض جانبی که ممکن ایجاد کنه چی هست، و نکاتی رو بهتون میگم که هنگام مصرف تخم مرغ باید رعایت کنید. لطفاً لایک رو بزنید، چون این کار نشون دهنده توجه ویژه شما به این محتواست، و در ادامه ویدیو همراه من باشید. درسته که تخم مرغ یه ماده غذایی فوق‌العاده مغذیه، ولی خوردن همزمانش با بعضی غذاها میتونه مشکل ساز بشه. تو این قسمت به چند تا از این غذاها اشاره میکنم و توضیح میدم که چرا باید از خوردن همزمانشون با تخم مرغ خودداری کنید. اولی مورد گوشت قرمزه. خوردن تخم مرغ با گوشت قرمز میتونه باعث سوء هاضمه و سنگینی معده باشه، و دلیلش هم اینه که هضم هر دو این غذاها به تنهایی سخته و خوردن همزمانشون میتونه فرایند هضم غذا رو طولانی‌تر و دشوارتر کنه و فشار زیادی به معده میاده. علاوه بر این، ترکیب پروتئین‌های موجود در تخم مرغ و گوشت قرمز میتونه باعث تولید سموم مضری توی بدن بشه که برای سلامتی شما خطرناکه. دومین مورد ماهیه. خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی میتونه مشکل ساز بشه. هر دوی این غذاها حاوی مقادیر زیادی فسفورن. مصرف بیش از حد فسفور هم میتونه باعث مشکلات توی کلیه ها بشه. مورد بعدی تخم مرغ و سویا هست که از نظر پروتئینی هر دوتاشون غنی از پروتئینن. خوردن هر دوتاشون با هم میتونه باعث نفخ، سوء هاضمه و اسهال بشه. دلیلش اینه که بدن برای هضم این مقدار زیاد پروتئین به طور همزمان دچار مشکل میشه. چهارمین مورد نوشیدنی های کافئین داره. توی نوشیدنی های مثل قهوه، چای و نوشابه کافئین زیادی وجود داره که میتونه جذب آهن موجود در تخم مرغ رو مختل کنه. کمبود آهن میتونه منجر به کم‌خونی بشه و علائمی مثل خستگی، ضعف و سرگیجه رو به همراه داشته باشه. مصرف همزمان چغندر و تخم مرغ هم میتونه باعث ایجاد سنگ کلیه بشه. دلیلش هم اینه که هر دوی این مواد حاوی مقادیر زیادی اگزالاتن. مصرف همزمان لوبیا و تخم مرغ میتونه باعث نفخ و سوء هاضمه بشه. دلیلش اینه که لوبیا حاوی فیبر و قندهای پیچیده‌ایه که هضم سختی دارن. مصرف همزمان اسفناج و تخم مرغ اگر به کرات باشه باعث کمبود آهن میشه. دلیلش اینه که اسفناج حاوی اسید اگزالیکه که جذب آهن رو مختل میکنه. مصرف همزمان چای و تخم مرغ میتونه باعث کمبود آهن بشه. دلیلش اینه که چای حاوی تانن هایی هست که جذب آهن رو مختل میکنه. و مصرف همزمان شراب و تخم مرغ میتونه باعث سردرد، تهوع و استفراغ بشه. بعضی از داروها هم هستن که میتونن با تخم مرغ تداخل داشته باشن و باعث کاهش اثر بخشی یا افزایش عوارض جانبی دارو بشن. مصرف همزمان تخم مرغ و داروهایی مثل وارفارین میتونه باعث افزایش خطر خونریزی بشه. دلیلش اینه که هر دوی این مواد میتونن خون رو رقیق کنن. بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل تتراسایکلین میتونن جذب آهن موجود در تخم مرغ رو مختل کنن. کمبود آهن میتونه منجر به کمخونی بشه و همونطوری که گفتم میتونه علائم خستگی، ضعف و سرگیجه رو به همراه داشته باشه. مصرف همزمان تخم مرغ و داروهای مثل متوتیرازول و دیگر داروهای ضد تیروئید میتونن باعث کاهش جذب این داروها بشه و در نتیجه اثر بخشیشون رو کم کنه. مصرف همزمان تخم مرغ و داروهای ضد بارداری که به صورت خوراکی هستن باعث افزایش سطح استروژن میشن و خطر ابتلا به لخته شدن خون رو افزایش میده.
داروهای ضد افسردگی هم با تخم مرغ تداخل داره و میتونه باعث افزایش سطح این داروها بشه و در نتیجه عوارض جانبیشون رو تقویت کنه. داروهای ضد التهاب مثل داروهای ایبوپروفن و ناپروکسن هم با تخم مرغ نباید مصرفششون خطر خونریزی معده رو به همراه داره. مصرف همزمان هورمون ها و تخم مرغ هم میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به لخته شدن خون بشه. اگر داروی خاصی مصرف میکنید اسمش رو برای من بنویسید بهتون بگم که آیا با تخم مرغ تداخل داره یا نه. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی الان وقتشه، روی دکمه سابسکرایب بزن تا مطالب بعدی رو از دست ندیم. درست مثل غذاها، بعضی از داروهای گیاهی هم میتونن با تخم مرغ تداخل داشته باشن و باعث ایجاد مشکلاتی برای سلامتی بشن. مهمترینش کدومه؟ جنسینگ اولیشه. مصرف همزمان جنسینگ و تخم مرغ میتونه باعث خونریزی بیش از حد بشه. دلیلش اینه که هر دوی این مواد میتونن خون رو رقیق کنن. زنجبیل هم میتونه جذب آهن موجود در تخم مرغ رو مختل کنه. کمبود آهن گفتیم باعث کمبودی فراهم میشه. مصرف همزمان سنت جان و تخم مرغ میتونه باعث افزایش حساسیت پوست به نور آفتاب بشه و مصرف همزمان عصاره گریپ فروت و بعضی از داروها میتونن باعث افزایش سطح این داروها توی خون بشن و منجر به عوارض جانبی خطرناکی بشه. اما قبل از مصرف و هنگام مصرف تخم مرغ یه سری نکات رو باید رعایت کنید تا دچار مشکل نشید. اول اینکه تخم مرغ رو باید کامل بپزید، چون اگر کامل پخته نشه خطر ابتلا به باکتری های مضر مثل سالمونلا رو به همراه داره. از مصرف تخم مرغ خام یا نیم‌پز باید خودداری کنید که میتونه حاوی این باکتری های مضر باشه. تخم مرغ رو به تدریج و به مقدار متعادل مصرف کنید. مصرف زیادش میتونه باعث افزایش کلسترول خون بشه. اگر به تخم مرغ آلرژی دارید از مصرف اون خودداری کنید و علائم آلرژی رو بشناسید، مثل کحیر، تنگ نفس، تورم صورت و گلو درد. اگه با مصرف تخم مرغ دچار عوارض جانبی میشید با پزشکتون مشورت کنید. پزشک میتونه به شما در تشخیص علت عوارض جانبی و تجویز درمان مناسب کمک کنه. تخم مرغ رو با غذاهای سالم و کم چرب مصرف کنید. مصرف تخم مرغ با سبزیجات، میوه ها و غلات کامل میتونه به هضم بهتر اون و جذب بهتر مواد غذایی کمک کنه. از مصرف بیش از حد تخم مرغ خودداری کنید، چون میتونه باعث افزایش کلسترول خون و خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی بشه. اگر باردارید یا شیر میدید با پزشکتون در مورد مصرف تخم مرغ مشورت کنید. توی این دوران ممکنه لازم باشه محدودیت هایی در مورد مصرف تخم مرغ داشته باشید. باید تخم مرغ رو به صورت تازه تهیه کنید، چون اگر فاسد باشه خطر مسمومیت غذایی رو به همراه داره. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگر سوال یا نظری داشتید در بخش نظرات با من در میون بذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.